سلام، قبلا توی ویدیوی قبلی گفتیم که چطور میتونیم با استفاده از افزونه میل پوئت یه خبرنامه بسازیم و برای کاربرامون ارسال کنیم خبرنامه رو. توی این یکی ویدیو میخوایم با استفاده از همون افزونه کاری کنیم که هر وقت که خواستیم و تمایل داشتیم برای کاربرامون جدیدترین پست مربوط به وبلاگ وبسایتمون ارسال بشه. مثلا اینجا جدیدترین پست این وبسایت درباره استرس هست که خیلی هم مقاله خوبیه. خب من میرم اینجا توی پیشخوان وبسایتم، یعنی با استفاده از همون WP admin لاگین میکنم و توی پیشخوان که هستم از حالا اگر انگلیسی بود منوی سمت راست و اگر فارسی بود منوی سمت چپ گزینه میل پوئت رو موس رو روش نگه میدارم. توی میل پوئت روی ایمیلز کلیک میکنم و خب سب میکنم باز بشه. توی قسمت تب پست نوتیفیکیشنز اینجا ما میتونیم تعریف کنیم که چه گزینه هایی باشه. اینم ببینم. اینجا ما میتونیم تعریف کنیم که چه گزینه‌هایی وجود داشته باشه. من اگر بخوام یه دونه جدید ایجاد کنم، اینجا روی نیو ایمیل کلیک میکنم و یه دونه نوتیفیکیشن جدید کلا برای من ایجاد میشه. ولی خب من قبلا ایجادش کردم نوتیفیکیشن رو. اینجا میام روی ادیت کلیک میکنم و میخوام کاری کنم که فقط زمانی که من بخوام اون پست جدید وبلاگ رو برای کاربر ارسال کنه، یعنی همیشه ارسال نکنه. خب توی همین صفحه قبلیه، یعنی توی این قسمت پست نوتیفیکیشنز یه چیزی رو دقت داشته باشین. الان من دو تا نوتیفیکیشن ساختم. یکی از این نوتیفیکیشن ها استاتوسش آف هست، یعنی اینجا این دکمه سفیده. یکیشون استاتوسش آن هست، یعنی این دکمه نارنجیه. این که استاتوسش آف هست تا زمانی که من آنش نکنم هیچ کاری نمیکنه، یعنی ارسالش نمیکنه. برای اینکه من آنش کنم میرم توی ادیت خب اینجا یه دونه کلیک روی این قسمت وسط میکنم، میگم که چه تعداد از پست‌های آخر رو میخوام. خب فقط اگه یه دونه پست آخر رو میخوام تعداد یک رو وارد میکنم، اگه بیشتر از یه دونه پست آخر رو میخوام تعداد بیشتر رو وارد میکنم. اینو دان میزنم و این رو سیوش میکنم. یه مقدارم صبر میکنم تا سیو بشه. و وقتی که سیوش کردم، اینجا هم گزینه اوتو سیو زده شده، یعنی که به صورت اوتوماتیک سیو شده. نیکست رو میزنم. و توی این صفحه بعدی اینجا باید اکتیویت رو کلیک کنم. وقتی که اکتیویت رو کلیک کنم، چون اینجا گزینه ایمیدیتلی فعاله، این پست ارسالش به صورت اتوماتیک صورت میپذیره، یعنی انجام میشه و میره به محض اینکه من اکتیویت کنم. ولی اگه من سیو از درافت اند کلوز رو بزنم، در حال حاضر ارسال نمیشه. برای اینکه ارسال بشه، یعنی من اگه بخوام از اینجا دوباره ارسالش کنم، یک بار اینجا باید این استاتوس رو روی این کلیک کنم، آن کنم و دوباره آف کنم. حالا من این پایینیه رو که تأثیر نداره چون این ماهیانه هست، یه بار آف و آن میکنم که شما ببینید چجوری آف و آن میشه. الان این تأثیری نداره چون که این ماهیانه ارسال میکنه. ولی این رو اگه من یک بار آنش کنم، همون لحظه ایمیل رو ارسال میکنه و ایمیل حاویه چه خواهد بود؟ حاویه جدیدترین پستی که توی وبسایتمون وجود داره. پس این تفاوت این دوتا هم اینجا نوشته. این هر وقت که فعال بشه ایمیدیتلی، وقتی که پست جدید داشته باشیم ارسال میکنه. این بالاییه توی روز خاص ارسال میکنه. ممکنه شما بخواین کلن
از اول خودتون یه دونه دیگر رو ایجاد کنید، میتونید بیاید اینجا بزنید رو نیو ایمیل و از لیست گزینه ها لیتست پست نوتیفیکیشنز رو انتخاب کنید، روی ستاپ کلیک کنید. و اگه بخواید همین لحظه یه پست ارسال کنید، ایمیدیتلی رو میزنید، نیکس رو کلیک میکنید یکی از این قالب ها رو انتخاب میکنید مثلا، یا اینکه میتونید برید اینجا تو قسمت پست نوتیفیکیشن یه قالب اصلا کلن دیگه انتخاب کنید. مثلا من این رو انتخاب میکنم، حالا سلیکت رو میزنم قسمت های اضافهش رو پاک میکنه، مثلا قسمتش رو نمیخوام، مثلا این قسمتش هم نمیخوام و توی این قسمت مربوط به پستش میام اینجا عدد یک رو مثلا میزنم که فقط یه پست آخرم رو بفرسته، اینجوری کوتاه‌تر میشه. و بعد نیکس رو میزنم و دوباره مثل همون حالت قبل هست، یعنی به محض اینکه این اکتیویت بشه هر پستی که من میذارم اون رو ارسال میکنه، یعنی هر پستی که پست آخر من باشه اون پست رو ارسال میکنه. به کیا ارسال میکنه؟ میتونم اینجا بهش بگم که به کسایی که تو خبرنامه من ثبت نام کردن، نیوزلیتر ایمیلینگ. و اینجا هم میتونم بهش بگم که به چه ایمیلی بتونن پاسخ بدن، میتونم دریافت کننده رو تغییر بدن و همین. وقتی اکتیویتش کنم ارسال میشه که الان من نمیخوام اکتیویتش کنم چون نمیخوام بفرستمش. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه و حالتون خوب باشه همیشه.